سلام خدمت همراهان نیک پادکست. بسیار بسیار خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم. قصد داریم امروز با همدیگه کمی در تاریخ چین گشت و گذار کنیم. حتما توی فیلم‌های اکشن و رزمی چینی دیدیم که این کشور پر از قهرمان‌های کونگ فو کار، شمشیر زنان یک دست، مبارزین شاولین، جنگجویان اژدها و این دست و این قبیل قهرمانان هست. اما در طرف دیگه در دوره گذار آمریکا می‌بینیم که تمام کارگران ساخت راه آهن در این کشور افراد چینی هستند که در وضعیت‌های فلاکتبار مشغول کار و ساخت راه آهن هستند. واقعا نقطه اتصال این داستان‌ها کجاست؟ کجا این اروپای غربی، کجا این غرب میاد وارد چین میشه و تأثیرات خودش رو روی تاریخ و فرهنگ چین میذاره؟ کجا امپراتوری‌های چین به اتمام میرسن و دوره جمهوری در این کشور ایجاد میشه؟ به وجود میاد. این نقطه عطف کجاست؟ امروز قرار سری بزنیم به تاریخی کمتر از 200 سال پیش در کشور چین و بررسی عوامل وقوع دو جنگ تریاک اول و تریاک دوم. لطفاً ویدیوی مقدمه رو مشاهده کنید و بعد از اون در خدمت شما هستم در ادامه. ارادتمندم. اگر در مورد جنگ تریاکی چیز نمیدانید، شاید برایتون جالب باشد بدانید که این جنگ دوبار رخ داده و هر بار نیز چینی ها یک سر ماجرا بودند. محور اصلی این جنگ تجارت محسوب می شود و تریاک بهانه آغاز مجادلات بریتانیا و چین در خصوص نحوه تجارت و کشتیرانی در منطقه بوده است. بخش بزرگی از جنگ چین و بریتانیا طی جنگ های تریاک در دریا گذشت. متشکرم که ما رو تماشا می کنید. قبل از اینکه کار رو ادامه بدیم ازتون می خواهم که ما رو حمایت کنید. لایک، کامنت و سابسکرایب بسیار به ما کمک میکنه در دیده شدن و بیشتر دیده شدن. البته اگر از کارمون راضی هستین، هرچند که ما در پله های اول این مسیر طولانی قرار داریم. ادامه میدیم داستان رو و اینکه جنگ تریاک از کجا شروع میشه، علل وقوعش چی هستن. اسمش خب تریاک، مشخصا مشکلاتی بر سر تجارت تریاک وجود داشته، اما این جنگ یک عامل تحریک‌آمیز دیگه داشته، اونم علاقه‌مندی مردم انگلستان به چای بوده. در چیزی در حدود 5000 سال پیش در کشور چین چای شناخته میشه و مردم شروع میکنن استفاده کردن از چای. در قرن 17 هلندی‌ها چای رو از چین به اروپا منتقل میکنن، با خودشون به هلند میبرن و در مغازه‌های عطاری به فروش میرسونن، کم کم داد و ستد میکنن و چای به انگلستان میرسه. میگن که در یک صبح وقتی که ملکه انگلستان به جای خوردن آبجو به عنوان نوشیدنی صبحانه چای مینوشه، تبدیل میشه به نوشیدنی مورد علاقش و از اینجا به بعد داستان شگفت‌انگیز چای در انگلستان آغاز میشه. اما این علاقه وافر مردم به چای، این محبوبیت چای در انگلستان برای بازرگانان انگلیسی مشکلات بسیاری رو ایجاد میکنه. از اونجایی که کشور انگلستان کالایی برای ارائه به چین نداره، یعنی کالایی که چینی ها علاقمند باشن بهش رو نداره، داد و ستدشون دچار مشکل میشه. از اون حالت کالا به کالا، یعنی نمیتونه وارد اون حالت کالا به کالا بشه. پس در نتیجه انگلیسی ها برای تأمین تقاضای بازار اون زمان کشورشون در حوزه چای مجبور میشن نقره هایی که از مکزیک استخراج میکنن و در کشور خودشون ذخیره میکنن، از اون ذخایر نقره برای پرداخت بهای چای به چین به استفاده کنن. نکته حائز اهمیت داستان اینجاست که انگلیسی ها بعد از پرتغالی ها، بعد از اسپانیایی ها و هلندی ها وارد چین میشن. در قرن 17 در 1637 اولین مستعمره نشین انگلیسی در چین ایجاد میشه، احتمالاً با این نیت که بتونن موفقیت‌های کمپانی هند شرقی رو در هند تکرار کنن. اما تا اوایل قرن 19 هیچ موفقیت چشمگیری در چین به دست نمیاد و عملاً سیاست‌های انگلستان شکست میخوره. از طرفی مردم انگلیس علاقه‌مند به استفاده از چای میشن که یکی از تولیدات کشور چینه و این همونطور که خدمتتون عرض کردم، این معاملات ذخایر نقره انگلیس رو میبلعه. پس حالا باید بازرگانان انگلیسی یک سیاست جدید رو برای خودشون سرلوحه کار خودشون قرار بدن و میگردن که باید چیکار بکنن. در همین زمان هند که مستعمره انگلستانه، یک کالای بسیار
مورد پسند چینی ها رو در خودش کشت و تولید میکنه. چیزی نیست جز تریاک. بازرگانان انگلیسی قبل از این داستان به صورت قاچاق و غیرقانونی تریاک رو وارد چین میکنن و همونطور که خدمتتون عرض کردم به صورت قاچاق و غیرقانونی معاملش میکنن، داد و ستد میکنن از این طریق و سود خوبی هم کسب میکردن. اما حالا یک دریچه و دروازه‌ای باز شده که تریاک رو به صورت قانونی معامله بکنن و این یک تجارت بسیار پرسود و پرمنفعت بوده برای کمپانی هند شرقی، پس بنابراین از این مسئله بسیار حمایت میکنه. کمپانی هند شرقی بریتانیا یا کمپانی جان در ابتدا یک شرکت انگلیسی و سپس یک شرکت سهامی بریتانیایی بود که ملکه الیزابت اول در دسامبر 1600 امتیازنامه سلطنتی را به هدف کسب امتیازهای تجاری در هندوستان به آن اعطا کرد. امتیازنامه شاهی به شکلی مؤثر کمپانی معظم هند شرقی نوظهور را به سوی انحصار 21 ساله همه امور تجاری در هند شرقی رهنمون شد. کمپانی از یک بنگاه تجاری جاه طلب به چیزی تبدیل شد که در عمل زمام امور هندوستان را تا هنگام زوال در سال 1858 در دست داشت. هرچند در اساسنامه این شرکت آمده مجموعه ای از شرکای تجاری لندن که در هند شرقی بازرگانی می کنند. اما این شرکت به جایی رسید که نیمی از کنترل تجارت دنیا را در اختیار گرفت، به ویژه تجارت پنبه، ابریشم، رنگ نیل، نمک، ادویه، نیتر، چای و تریاک. این شرکت سرآغازی بر امپراتوری بریتانیا در هند شد. نقیب کوتاهی بود به کمپانی هند شرقی. باید خدمت شما عرض کنم که با ورود قانونی تریاک به چین و در پی اون افزایش مصرف تریاک، بالا رفتن آمار مصرف کنندگان تریاک، دولت چین زنگ خطری براش به صدا در میاد، چون تراز مالی و تجاریشون به هم ریخته. نقره دریافت نمی‌کنن، دارن به جاش یک ماده خانمانسوز رو دریافت می‌کنن به اسم تریاک که داره تمام قواعد رو به هم می‌ریزه. در اینجا امپراتوری چین ورود تریاک به کشور رو ممنوع می‌کنه. اما حالا خیلی خیلی کار سختیه، چون طعم لذیذ این تجارت زیر دندونای کمپانی هند شرقی رفته و نمی‌تونن ازش دل بکنن. کمپانی هند شرقی تمام قدرت و سیاست خودش رو به کار میگیره تا بتونه قانون امپراتوری چین رو دور بزنه. با رشوه دادن به مامورین دولتی اقدام خودش رو عملی میکنه. شروع میکنه به ورود به وارد کردن مجدد تریاک به کشور چین. در همین زمان برای درک عمق فاجعه بعد خدمت شما عرض کنم که در 1800 میلادی ابتدای قرن 19 سالانه فقط 100 تن تریاک وارد چین میشده. اما با قانونی شدن تجارت تریاک در 1838 در سال 1838 2600 تن تریاک وارد چین شد و در 1839 امپراتوری چین یک فرد کاربلد جدی و بسیار مصمم به نام لین زشورو برای مقابله با این تجارت کثیف به کار دعوت میکنه و مأمور مقابله با تجارت تریاکش میکنه. در ویدیویی که در ادامه خواهید دید اقداماتی از لین زشورو برای شما مطرح کردیم، گوش بدید، در ادامه همراهتون هستیم. لین با جدیت فراوان به مقابله با قاچاق تریاک در چین پرداخت. او در ابتدا نامه‌ای به ملکه انگلستان نوشت و از او خواست به دلیل اثرات مصرف تریاک بر مردم تجارت این ماده مخدر را قطع کند. میگویند این نامه هرگز به دست ملکه نرسید. وی به مرکز اصلی تجارت تریاک در بندر کانتون رفت و تمام راه‌های دسترسی به این بندر را مسدود و تجار خارجی را در شهر محبوس کرد. او تأمین کنندگان تریاک را زندانی کرد. سربازان چینی را به سراغ کشتی‌های انگلیسی فرستاد و آنها را به خارج آب‌های سرزمین چین برد و در آنجا تریاک‌ها را به دریا ریخت. او همچنین از ناخودهای کشتی‌های خارجی تعهد گرفت که از آوردن تریاک به چین خودداری کنند، وگرنه اجازه پهلوگیری در بنادر چین را نخواهند داشت. طبق برخی آمار حدود 1100 تن تریاک توسط این فرد کشف و نابود شد. اقدامات لین زشورو از که در ویدیو براتون صحبت کردیم اصلاً باب میل مجلس انگلستان نیست. بنابراین
انگلیسی‌ها به چین لشکرکشی می‌کنن. یک ناو بسیار بزرگ انگلیسی به اسم نمسیس بندر کانتون رو بمباران می‌کنه، گلوله باران می‌کنه و پیاده نظام بریتانیا شبه جزیره شوسان رو به تصرف خودشون در میارن. ناوگان دریایی بریتانیا از رودخانه یانگ تسکیانگ چین گذر می‌کنن و خودشون رو به نزدیکی شهر نانکن که پایتخت جنوبی چین در اون روزگار بوده، نانجینگ امروزی میرسونه و این شهر رو استحکاماتش رو مورد تهدید قرار میده. در نهایت امپراتور تاوکو آنگ، امپراتور اون روزگار چین، در برابر خواسته های انگلستان تسلیم میشه و پیمان ننگین برای چینی ها به اسم نانجینگ رو امضا میکنه. بعدها به این سیاست لشکرکشی انگلستان سیاست توپخانه گفته میشه. با امضای نانجینگ، پیمان نانجینگ، جنگ اول تریاک به پایان میرسه و شما در ویدیوی بعدی میتونید مفاد این عهدنامه رو مشاهده کنید. چیزی در حدود 1.5 دقیقه این ویدیو رو تماشا کنید، بعد میریم به سراغ جنگ دوم تریاک. پیمان نانجینگ با نام اصلی پیمان صلح، دوستی و تجارت بین اعلی حضرت ملکه بریتانیای کبیر، ایرلند و امپراتور چین در تاریخ 29 اوت 1842 در کشتی HMS کورنوالیس امضا و از تاریخ 26 ژوئن 1843 با شرط تبادل مصوبات به طور رسمی اجرا شد. مفاد این پیمان بدین شرح بودند: هنگ کنگ به پادشاهی بریتانیا واگذار شد. 5 بندرگاه چین که انگلیسی‌ها در آن حق اقامت و تجارت داشتند به روی بریتانیا گشوده شد. شهروندان بریتانیا که در چین به ارتکاب جرم می پرداختند باید در دادگاه‌های انگلیسی دادرسی می شدند. نرخ عوارض کالاهای وارداتی و صادراتی می بایست منصفانه بین 3-5% باشد. با امضای پیمان نانجینگ سایر کشورها مانند ایالات متحده آمریکا، روسیه و فرانسه نیز خواستار امتیازات مشابهی مانند بریتانیا شدند و در عرض چند سال قراردادهای مشابهی با چین بستند. مرسی که همراه ما بودین تا این لحظه. باید خدمتتون عرض کنم که جنگ دوم تریاک بسیار پیش پا افتاده تر از جنگ اول به وقوع پیوست. در واقع انگلیسی ها از امتیازاتی که در جنگ اول به دست آورده بودند به حد کافی رضایت نداشتند و به دنبال یه بهانه‌ای بودند که بتونن این امتیازات رو بیشتر کنن. توقیف شدن یک کشتی بریتانیایی در چین بهترین بهانه بود که به دست انگلیسی ها افتاد و انگلیسی ها با کمک فرانسوی ها علیه دودمان چینگ در کشور چین اعلان جنگ کردند و به چین حمله کردند. 1856 تا 1860 4 سال جنگ و در نهایت شکست چین و رسیدن انگلستان و فرانسه به خواسته های خودشون، گرفتن امتیازات بیشتر و بهره‌مندی از فعالیت های تجاری بیشتر، قانونی شدن مجدد تریاک در چین که واقعا اتفاقی بود که باب میل کشور انگلستان بود. متشکرم که تا اینجا ما رو همراهی کردین و ازتون تشکر میکنم بابت اینکه ما رو مشاهده میکنید. لطفاً نظرات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بذارید، برای ما بنویسید. لایک، کامنت، سابسکرایب اگر انجام بدین فوق‌العاده است، ما به حمایتتون واقعا نیاز داریم. تا قسمت بعدی نیک پادکست شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. امیدوارم روز و روزگارتون خوب و خوش و خرم باشه. ارادتمند، خدا حافظ.